قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. قد خسر الذين كذبوا ومن يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين فلولا فضل الله عليكم و رحمته لکنتم من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز خیلی خوشحالم که در خدمتون هستیم امیدوارم که روز و روزگار براتون خوش باشه و غم و غصه ازتون دور سختی های, و ز... سختی های و مشکلات زندگی حتما هست هیچ کارش هم نمیشه کرد مهم اینه که ما چطوری مدیریتش کنیم چطوری باش کنار بیایم، چطوری سعی کنیم ازش عبور بکنیم چطوری تلاش کنیم که تأثیر بر ما نذاره مشکلات باعث نشه غم و غصه زیاد بشه مشکلات باعث نشه افکارمون پریشون بشه مشکلات باعث نشه از زندگی عادیمون عقب بمونیم مشکلات باعث نشه خانوادهمون رو فراموش کنیم مشکلات باعث نشه اتفاقای بد بیشتری برای خودمون رقم بزنیم و بتونیم با قدرت جلوش وایسیم با قدرت بهش ازش بگذریم و همونطور که خدمتون عرض کردم مدیریتش کنیم این هدف اصلی برنامه غم مخور هست و یکی از دغدغه های جامعه جهانی است همه درگیر اینند که چطور بتونند از مشکلات عبور بکنند مشکلات و غصه ها همیشه هست این انسان زندگی زندگیش در واقع این گونه است که باید این اتفاق براش بیفته و لقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله متعال میفرمایند و لقد خلقنا الانسان فی کبد فی کبد یعنی در سختی در مشکلات در همراه انسان هست انسان اگر سختی نباشه نمیتونه زندگی خوبش رو در واقع حس بکنه راحتی بال رو وقتی میتونه حس بکنه اون سختیه رو کشیده باشه اگر بین این دوتا, دوتا رو تجربه نکنه همش راحتی باشه متوجه سختی هم نمیشه بارها در این برنامه خدمتتون عرض کردم و حتما از بزرگترها از جای مختلف شنیدید و خوندید که وقتی انسان متوجه چشمش میشه که خس و خاشا که میفته توش حالا انقدر این در واقع اذیت میکنه که شما متوجه میشید وای من چه نعمتی داشتم این چشم چقدر ارزشمنده وقتی ارزش کلیه رو میدونید که کلیه درد بگیری وقتی در ارزش دندوناتو میدونی که دندون درد بگیری این موقعیت های سخت اگرچه سختند اما این امتیاز رو دارند که به ما یادآوری میکنند صاحب چه نعمت هایی هستیم هفته گذشته در موضوع برنامه به بر یک مسئله رسیدیم و اونی که تجربه یکی از نعمت های الهی است که ما در سختی ها بهش میرسیم در مشکلات کسبش میکنیم و به تجربه میرسیم این نعمت تجربه از یکی از نعمت است که خیلی از حتی دانشمندان در دانشگاه های مختلف کس انسان، انسانی که مجرب هست رو در یک مسئله میارن و به دانشجویان اون کلاس آموزش میده که در موقعیت های مختلف حتی اگر اون انسان مجرب تو اون رشته تحصیل نکرده باشه اما همین تجربهش خودش دنیای علم هست بخش زیادی از علوم بر اساس, بر اساس همین تجربه ها در واقع ساخته شده و خیلی جاها هم هستش که تجربه رو جز در واقع شما وقتی که یک جایی میخواد استخدام بشید بر رزومه ای که میدید هم مسائل علمی توش هست مشخصات فردیتون توش هست اون اطلاعاتی که داری درسی که خوندی توانمندی هایی که دارید تهش هم باید بنویسید که چقدر تجربه کاری دارید اون کسی که تجربه بیشتری داره تو هوا میزننش میدونن که حالا خصوصا اگه تجربه موفق باشه و توی اون رزومه از موفقیت هایی که کسب کردی در دوران فعالیتت هم بگی پس نمیتونیم بگیم که تجربه یه چیز بی خودیه و میدونیم که یک ارزش جز ارزشمندترین علومیه که انسان میتونه کسب بکنه در کنار علوم علمی که در واقع با تحصیل و با درس خوندن و کتاب خوندن و مکتب رفتن و دانشگاه رفتن یاد میگیرید تجربه است که اصلی ترین بخش برای رشد ما حالا چرا اینا رو گفتم برای اینکه امروز موضوعمون همونطور که تا فرمان هم لطف میکنن زیر نویس میکنن موضوعمون سفره سفر گردش و سفر رفتن حالا چرا گردش و سفر رو از هم چیز کردیم چون خیلی از سفرهای گردشی ما سفر مفید به ظاهر یعنی با هدف خاصی نیست ولی سفر کردن با هدف خاص اتفاق میفته یعنی یه نفر میخواد بره آموزش یاد بگیره چیزی سفر میکنه به یک جایی که قدیما خیلی بیشتر بود اینی که میگم قدیما بیشتر بود قدیمها توی محیط زندگی یه موقع تو هم محیطشون دانشگاه مدرسه اینا کم بوده میرفتن به شهرهای بزرگ برای آموزش امروزه همین اتفاق میفته اما تا مثلا دبیرستان و تا خیلی جاها تا دانشگاه رو تو همون شرایط تو محیط زندگی آدم میتونه کسب بکنه به همین خاطر سفر برای آموزش از یک مرحله فراتر رفته از قضیه و تو دوران در واقع فرای دبیرستان و اینا دیگه چیز میشه جز در مناطق محروم که متاسفانه خیلی از شهرهای استانهای اص... مختلف محروم هست که در همون ابتدایی هم مجبورن که از جایی به جایی نقل مکان بکنن برای اینکه آموزش ببینن در هر صورت سفر یک بخشیش برای کسب آموزش برای تجارت برای رفتن برای مثلا مشکلات پزشکی و برای خیلی خیلی مسائل دیگه هدفمند توش هست گردش اون نوع از سفره که ما در واقع با هدفی این چنینی دنبالش نمی کنیم اگرچه که هدفمند اتفاق میفته اما علم و تجارت و نمیدونم پزشکی و مسائل این چنینی رو هدف نمیذاریم بلکه به صرف خود سفر میریم سفر به عشق خود سفر میریم سفر برای گردش کردن میریم سفر حالا این گردش از نمیدونم یک شهرتون به کنار دریای شهر به نمیدونم پارک شهر به روستای اطراف به شهر اون استان و به کشور و خارج از کشور اینا همشون سفرند حالا چرا سفر رو که در واقع اینجا نوشتیم کسب تجربه میشه و تحول در زندگی ایجاد میکنه و چرا اصلا تو برنامه غمخور غم اینا آوردیم یک علتش همین بود که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم اون نعمت تجربه از سفر میشه به دست آورد سفر کردن مملو از فوایده اما سختی هایی رو هم به دنبال داره امروز میخوایم مفصلا در مورد سفر صحبت, صحبت کنیم سفرهایی که در واقع سف... سفری که با کسب تجربه ما رو از غم و غصه دور میکنه چون برنامه ما برنامه غم مخور است نه کسب تجربه اما چون تجربه کسب کردن باعث میشه که انسان دیدش نسبت به اطرافش دقیقتر بشه باعث میشه که زندگی رو بهتر بفهمه باعث میشه که شناختش نسبت به جامعهش به اشخاص به افراد افزایش پیدا بکنه تجربه باعث میشه که در موقعیت خاص قرار بگیری این توانمندی سبب میشه که در مشکلات و سختی بدونیم که با دانش دقیقتر و با علم عمیقتری به موضوع نگاه کنیم و خودمون رو نبازیم در مقابل مشکلات آنچه که از تجربه حاصل میشه یکیش همینه ما اگر از غم دوری می کنیم، یکی از راه های دور شدن از غم اینه که ما اون مشکل رو با ذهن و عقل و دقت و تجربه بیشتری موشکافش میکنیم بکنیم و وقتی که متوجه میشیم میبینیم که این مشکل خیلی هم مشکل سختی نیست خیلی هم درد نیست خیلی هم زجرآور نیست و نیازی نیست اینقدر براش غصه بخوریم حاصل تجربه اینه کسی که علم کمتری داره تجربه کمتری داره موقعیت های سخت کمتری رو تجربه کرده به محض اینکه یک مشکلی براش پیش میاد خودش میبازه سختی زیاد فکر میکنه دنیا رو سرش داره خراب میشه و غم و غصه و ناراحتی و افسردگی و قصه الهازا دیگه همه رو در نظر بگیرید همش به دنبال این مسئله میاد و در واقع روسرش خراب میشه برای اینکه از این دوری بکنیم اصل اون مسئله کسب تجربه است آیه کسب تجربه ای که امروز میخوایم در موردش در مورد سفر رفتن خدمتون عرض بکنم و یکی از در قرآن کریم آیات بسیاری با این عبارت بذارید سرچ بکنم براتون من خود یکی از آیه رو آوردم میخوام که با هم ببینیم با جمله افلم یسیرو افلم یسیرو فی الارض خب بذارید من فل الارض من افلم یسیری رو نوشتم اما بذارید برای که کامل تر بتونیم پیداش بکنیم فل الارض رو من اضافه کنم که شما توی بتونیم تعداد تعدادی که در این دقیقا این مسئله رو این رو دنبال میکنن رو یا این آیاتی که در این مورد هست رو ببینیم چند آیه است که الان این چهار تا آیه رو اینجا ذکر کرده با هم ببینیم تا فرمان هم اگه لطف کنه صفحه لپتاپ رو نشون بده ما میتونیم ببینیم که بله ببینید افلم یسیرو که الان آبی هستش اینجا افلم یسیرو فل ارد افلم یسیرو فل ارد فينذر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها افلم يسيروا في الارض فينذر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم افلم يسيروا في الارض شبيه به این آیه ما در قرآن کریم بسیار زیاد داریم و اصل ماجرای افلم یسیرو همون سفره حالا سفرهای در واقع تشویق میشیم به سفرهای مختلف که میتونیم میتونیم به راحتی در واقع این چیز رو این بذارید این آیه رو که حد منظور شاهد من بود رو هم با هم ببینیم من ترجمهش رو هم فعال بکنم که بتونیم با هم بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم عفلم اتاق فرمان اگر لطف بذارم بله افلا یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها من این بخش از آیه مد نظرم هست که آیا نرفتن در زمین سیر بکنند افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب قلب هایی داشته باشن که با اون بشناسن یا عقل ب... شناختشون رو ببرن بالا او آذان یسمعون بها یا چشم گوش هایی که بتونن بشنوند به درستی بذارید این ترجمه دکتر خورمدر رو هم آیا در زمین به سیر و سفر نپرداختند تا چقدر ترجمه جذاب شد وقتی یک مترجم ترجمه میکنه تا این ترجمه دست باشه کسی من آیا در زمین به سیر و سفر نپرداختند تا از دیدن آثار گذشتگان و مشاهده ویرانه های کاخهای ستمگران و دل, دل ستمگران دلهایی به هم رسانند که به آنها وظیفه خود را در قبال دعوت حق درک و فهم کند و گوشهایی داشته باشند که به آنها اخبار جباران و ندای وجدان و فرمان و یزدانان را یزدان را و فرمان یزدان را بشنوند ببینید تعبیری تا، که الله متعال از سفر ایجاد میکنه یعنی در واقع درخواست میده اینه که برید در زمین بچرخید و جهان رو ببینید دیگران رو ببینید دی، گذشتگان چطوری چیز افتاد از بین رفتن پادشاهان قبلی چه گونه بوده دو تا ابزار رو در اختیار می یا سه تا ابزار رو در اختیار ما قرار میده قلب با دل نگاه کردن عقل با عقل دونستن و گوش با گوش ها شنیدن اینا ابزارهای شناخت است که در اختیار ماست ما الله مطال در اختیار ما قرار داره و سفر حرکت رفتن به جاهای مختلف برای اینکه ما بتونیم بهتر دنیامون رو بشناسیم حاصل این بهتر دنیا شناختن با قلب و عقل و گوش چیست؟ تجربه پخته شدن شناخت پیدا کردن درک کردن بخش های مختلف زندگی خودمون آنچه الله متعال در واقع در این آیات مورد هدف قرار دادند اینه که های با تجربه شناختشون نسبت به الله متعال افزایش پیدا میکنه در این برنامه ما در کنار این مسئله ما میگیم این ابزارها رو که در اختیار دارید به سفر که میرید ضمن شناخت الله متعال شناخت دنیا باعث میشه شما الله متعال رو بشناسید و مجرب بشید تجربتون بالا بره مشکلات و سختی های زندگیتون را میتونید حل بهتر حلاجی بکنید موشکافانه تر بهش نگاه بکنید و باعث بشه شما زندگی رو بهتر ببینی بشناسید و این یک این هدف این برنامه همین هست سعی کنیم سفر بریم لازم نیست این سفر کردن خیلی هم حالا پرخرج باشه تو این وضعیت کرونا اگر جایی ممنوع هست بریم جای دیگه جایی که, ما جایی که ما رو ممنوع میکنن گسترش پیدا میکنه کرونا ما بلنشیم بریم و دست بزنیم یه موقت یه جایی محدود میکنن سفرها متوقف میشه ولی همیشه قطع نیست میتونیم به همون اطراف شهرمون بریم ولی این حرکت رو داشته باشیم این جابجایی اتفاق بیفته سختی های سفر سختی داره ولی این سختی ها رو به جان میخریم برای اینکه نتایجش رو کسب بکنیم و نتایج بسیار نتایج بسیار برای سفر رقم خورده و به گوشه ی از اون ما امروز سعی میکنیم بپردازیم ولی اصل ماجرای ما در برنامه غم مخور موضوع این این موضوع است که ما مشکلات و سختیامون رو درک بکنیم و از غصه خودمون رو دور بکنیم علکی غصه غم و غصه نخوریم بابت این مشکلاتی که اطراف اون هست فکر نکنیم که این مشکلات برای ما هست فقط دنیا رو که میبینیم ببینیم مشکلاتی فراتر سختتر مشکلتر از این موضوع هست و وقتی که به این میرسیم متوجه میشیم که چقدر سفر ارزشمند هست بذارید چند تا سوایدش رو با هم مرور بکنیم باورتون نمیشه اگر ببینید اینجا فواید سفر هورمون استرس نوشته مسافرت میزان هور، من اینو که در واقع دارید میبینید ممکن هست درش اغراقی هم شده باشه ام مثلا ممکن عددها بزرگتر هست چون تحقیق دیگه آماره بالا پایین هست بستگی رو م... مسئله به جامعه‌ای که ازش آمار گرفتن به خیلی چیزای دیگه بستگی داره اتاق فرمان اگه لط کنن برای لحظاتی ما بدون میان برام بدون زیرنویس ببینیم میشه این کپشن رو بهتر در واقع بینندگان ببینند ولی حداقلش هم شما بگیرید از این با سفر پر از فواید هست و امروز ما میخوایم ازش استفاده بکنیم هورمون استرس مسافرت میزان هورمون استرس رو کم میکنه دومیش نوشته خانمایی که به مسافرت میرند دو برابر احتمال افسردگیشون کمتر روند افسردگیشون کمتر میشه دو برابر میشه. کم میشه افرادی که افراد از در سفر از مسائل دور میشن باعث میشه خلاقیتشون بیشتر بشه 86 درصد از افرادی که مسافرت میرند دیدشون مثبتتر نسبت به زندگی میشه اینا اینا غم, غم, دور کردن از زندگی رو در واقع نتیجه میده که ما تو برنامه آوردیم دیگه 89 درصد این پایین ببینید نوشته از افرادی که سفر میرند با عاملش عامل کاهش استرسه با سفر رفتن استرس کم میشه 80 درصد اف اف افراد گفتن که بهترین سفر با خانواده براشون ش... برا چیز هستش مهمتر هست 53 درصد از جوانان من الان دارم جسد... بخشش رو دارم میخونم از جوانان مسافرت رو سبب نزدیکتر شدن به خانواده این سمیمیت تقویت میشه و باز از غم دور میشیم 86 درصد از هایی که مسافرت رفتند رابطه رومانتیک تری با هم دارند یعنی مسافرت باعث میشه که روابط خانوادگی قوی تر بشه صمیمیت بیشتر بشه عشق در خانواده بیشتر شکل بگیره سی و دو درصد از مردانی که به مسافرت میرند احتمال سکته قلبیشون کمتر شده احتمال سکته قلبی کمتری دارند یعنی چون استرس نیست دقدقه ها کم شده نشاط بیشتری پیدا کردن اینا همش عواملی که سکته میاره دیگه این 32 درصد در مردان کاهش پیدا میکنه 21 درصد از مردانی که به مسافرت میرند احتمال مرگ زودرسشون کمتره باز همون عاملی که باعث کمی استرس میشه 50 درصد احتمال کاهش حمله قلبی در کاهش حمله قلبی برای خانم هایی که مرتب به مسافرت میرن وجود داره و بسیاری دیگر از این فواید که امروز ما میخوایم مفصل در موردش صحبت بکنیم ولی اصلی ترینش شاید همون کم شدن استرس هست و اینکه ما میتونیم با آرا به یک... میتونید مثل مثل ریلکس کردنه مثل, مثل ریکاوری کرد... شدن ریکاوری کردن جسم و روح انسانه شما وقتی مسافرت میرید این مسافرت باعث میشه که این, یک دستگاهی که به مدت طولانی فعالیت کرده بعد حالا شما برای مدت اینو خاموش میکنید باعث میشه که مثلا روغن و بنزین و فیلترش و اینا رو چک بکنید و وقتی روشنش میکنید سر سرحالتر شادابتر این دستگاه کار میکنه انسان با مسافرت یه همچون اتفاقی براش میفته برای اینکه این حس مسافرت رو تو این برنامه که در مورد مسافرت صحبت میکنیم بیایم بریم یه سفر چون برنامه به نیمه رسیده متاسفانه این هفته استاد سجودی عزیز دوست عزیزمون نتونستن که برای ما صدا ارسال بکنن یک با یک گزیده ای از یک بخش ما سعی میکنیم دو تا برنامه در خدمتون دو تا میان برنامه در خدمتون باشیم الان میخوام که یه سفر کن یه با همدیگه دیگه بریم سفر یه سفر تصویری و حس بکنیم که این سفره چقدر می چسبی یه منطقه رو در شمال کشور انتخاب کردیم یکی از میان برنامه‌ای در واقع یک مستندی که پخش شده در مورد این گزیدش کردیم اون مستند خیلی طولانی و چیز هستش کوتاش کردیم رفتیم یکی از مناطقی اهل سنت شمال ایران منطقه توالش یا تالش از نزدیک ببینید لذت ببریم از این سفرمون و حس کنیم که این سفر چقدر میچسبه با اینکه تصویری هستش اگه موافق باشید با همدیگه میریم یه 5 6 دقیقه یه دوری تو تالش میزنیم یه سفر تصویری حسش کنیم این سفر رو که امروز میخوایم در مورد سفر و فوایدش خدمت شما انز بکنیم و اینکه چطوری میتونیم از غم خوردن دورمون بکنه سفر کردن بفرمایید نمیدونم بهش چه شکلیه ولی مطمئنم که این جنگل های ایرکانی شمال کشورمون واقعا برای من حکم بهشت داره و فوق العاده زیباست مخصوصا با این هوای بسیار زیبای بهاری با این مه بسیار زیبا و لطیف نمیدونی چه حالی دارم اینجا الان تمام ریاهام پر از اکسیژن و ترابت شده من عاشق این جنگل های اینجا بی نظیره جنگل ها حکم ریاه های کره زمین رو دارن و بدون اونها تنفس این کره خاکی ناممکن خواهد بود هیچ انسانی نمیتونه زندگی بر روی کره زمین رو بدون جنگل تصور کنه جنگل ها به جز خاصیت حیاتی برای زندگی انسان و حیات وحش محلی برای لذت و آرامش انسان است. و من این بار برای سفر جنگل های هیرکانی شمال کشور رو در کوه تالش استان گیلان انتخاب کردم سرزمینی که قوم بزرگ تالش از هزاران سال پیش اونجا رو برای سکونت برگزیدند و هنوز همچون گذشته به شیوه نیاکانشون در این جنگل های کوهستانی زندگی می‌کنند. پرندگان در سکوت جنگل سمفونی آواز زندگی سر داده بودن و اون فضای زیبا پر شده بود از هیجان و شکوه مادر طبیعت در این میون اما آبشاری بسیار زیبا مانند نگین الماسی بر روی انگشتری از طلا می درخشید جنگل های هیرکانی شمال کشور آرزوی بزرگی برای دیگر کشورها به حساب میاد چرا که این جنگل های چهل میلیون ساله گونه های نایاب رو در خودش جای داده و جزو زیباترین و با ارزشترین جنگل های متنوع از گیاهان به حساب میاد میونه راه از روستایی گذاشتم که حدود هشت سال پیش به اونجا سفر کرده بودم روستای شاه میلرزان 嗯嗯。Yo Yo دیدی چقدر چقدر این طبیعتی که الان دیدیم همین همین دیدنش دیدن تصویریش حالا چه برسه اینکه اونجا تو موقعیت شما قرار بگیرید چه آرامشی به آدم میده و چند تا موضوع اینجا بود دیگه استفاده هایی که میشد از همین سفر تصویری گرفت یکی همین آرامشی که حس میشد یکی شناختی که نسبت به اون منطقه پیدا میکنید آداب و رسوم اونجا حالا این مستندهای اینچنینی زیاد دیدید خیلی دقیق میشه مثلا تو زندگی که اونجا میکنید خیلی به جز میتونید یه آداب و رسوم و فرهنگای رو ببینید که اصلا شناختش خودش کلی علم و دا چیز میخواد و ما بهش میرسیم یک بخشش نمیدونم حالا اون تیکه‌ای که ستاره ها رو در آسمان دید نشون میداد هر جایی نمیشه این گونه ستاره تو آسمون دید جاهای خاصی است که این اتفاق میفته و کشف اینا توی همین سفرها به دست میاد حالا این میگم گزیده کوچیکی از یک سفر کوتاه در یک منطقه جذاب توالش بود که در واقع از مناطق اهل سنت شمال کشور هستش همینجام ارز ادب و احترام دارم خدمت همه توالشی های عزیز و سلامتی و تندرستی رو براشون آرزو مندم و سپاسگزاریم از این دو سعیزی که این مصند رو تهیه کردن مسنده البته خیلی طولانی است حالا احتمالا شما هم دیده باشید قسمت ازش رو این بخشیش رو انتخاب کردیم برای اینکه این لذت سفر رو در واقع حس بکنیم یک شعر از امام شافعی در مورد سفر هست که بذارید یه نگاهی به این شعر بکنیم و امام شافعی رحم الله چگونه سفر کردن رو حالا من سعی میکنم بر اساس نوشته ببخشید این از امام شافعی است امام شافعی میفرمان که چون امام شافعی از چیزهاشون یکی از در واقع حتما میدونید که در کنار علم ایشون شاعر هم بودن و دیوان دارن دیوان امام شافعی بذارید با هم ببینیم این شعر رو که در مورد همین سفر هست تقرب عن الاوتان فی طلب العلا یعنی غربت رو غریب شدن از وطن رو در رسیدن به در کسب مراتب اولا در واقع مراتب بالا این غربت رو به جان بخر یا غربت رو بپذیر و سافر و سفر کن حالا این یک بخش شاد منظور سفرهایی است که با هدف حالا اهداف اه 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 خاص علمی یا مثلا دعوی اتفاق میفته و سافر و سفر کن ففل اصفار خمس و فوائدن زیرا که در اسفار یا سفرها پنج فایده نهفته است که حالا امام شافعی این پنج فایده رو از سفر ارزشمند دونستن تفرج و همن از غصه و دور رهایی پیدا میکنه این تفرج و رها پیدا کردن از هم و غصه است و اکتساب و معیشتن و اگر برای تجارت و میتونی مثلا میتونی برنامه‌ریزی بکنی که تو این سفر بتونی خیلی سفرها برای همین هست دیگه برای کسب معیشت هست یا در واقع تجارت و فعالیت تجاری همراه با سفر اتفاق میفته دیگه بسیاریش و علم اکتساب و معیشت یعنی میتونی پول در بیاری و علم و اکتساب و علم یعنی و میتونی کسب علم بکنی و آداب و رفتار و رفتار اجتماعی تقویت بشه یاد بگیری و صحبت و ماجدن و هم صحبت بشی با انسانهایی که صاحب مقام هستند بلازه, بلاز علمی و جایگاه بالایی دارند این فواید پنجگانه است که امام شافعی در این شعر گنجوندن و ما هم امروز در واقع تونستیم ازش استفاده بکنیم امیدوارم امیدوارم که اگر سفری میرید با همین موضوع که این اهداف رو دنبال کنید چون خود عین سفر سختی هایی داره دیگه قطعا بدون سختی نخواهد بود و همین سختی های سفر اشاره سریحی در حدیث رسول الله علیه و سلام بهش شده اشاره بسیار سنگین و سخت که ابی رضی الله عنه نقل میکنند از سفر و من العذاب بعد این سوال پیش میاد که رسول الله علیه و چرا سفر رو گونه چیز کردند عبیهوری رضی الله عنه میگن ف... می که پیامبر گفتند از سفر و قطعتون من العذاب یک بخشی از عذاب سختیه یمنو احدکم تعامه و شرابه و نومه باعث من مانع این میشه که غذا و نوشیدنی و خواب انسان من بشه از آدم خصوصا که حالا سفرهای خیلی, خیلی طولانی و چیز باعث این سختی هایی رو بر ما دشواری هایی رو بر ما تحمیل میکنه سفر فإذا فا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى اهلی اگر به هدفتون رسیدید فعالیت سفریتون به اتمام رسید سریعا به خانواده برگردید برگردید به کاشانتون و زندگی راحتی داشته باشید آرامش خودتون رو کسب بکنید در شرح حدیث نوشتن که یبین النبی صلی الله علیه و فی هذا الحديث پیانبر علیه الصلاه در این صفحه در این حدیثی که از سفر و, و من العذاب منظورش این بوده که جزئی از جز جزئی از عذاب یا اون دردهای ناشی از مشقت الالم الناشی عن ان... مشقت ان المشقه لما یحصل في الركوب والمش من ترک المألوف شما از زندگی عادیتون رها میشید زندگی آرامش بخش عادی معمولتون رو رها میکنید و میرید به یک مسافرتی که مسیر سختی رو با طی بکنید راه به باد بپیمایید سختی هایی رو بکشید این این فشارهای اذیت هایی که در چیز میشه عینه او عذابی است که شما یک بخشش رو در زندگیتون دارید تحمل میکنید پس تفسیری که از این حدیث هست اه تأکید رسول الله علیه و سلام بر اینه که ما در سفرمون اغراق نکنیم یعنی اگر که نریم به سفرهایی که طولانی از خانواده و کاشانمون دور باشیم و سختی های سفر رو اینگونه در واقع به جان بخریم ما اگر سفر میریم سفرمون باید مفید باشه پر از فواید باشه حالا خوشبختان امروزه کمی به خاطر اینکه راحتتر هست سفر کردن بخشی از این عذاب کمتر شده راحتتر میشه سفر کرد دیگه مشقت مثلا مسیر رو شاید کمتر داشته باشید اما دوری از خانواده رو دارید شما هر جورم سفر برید وقتی میاید خونه نفس راحتی که میکشید حالا از اون دو سفر طولانیتون میگه هیچ جا مثل خونه آدم نمیشه این زر... این زر مثلا هست دیگه هیچ مثل خونه آدم نمیشه این هیچ جا مثل خونه آدم نمیشه یعنی اون سفر با همه فوایدش راحتی،, راحتی و آسایش و آرامش خونه رو نداره این که قطعا اینجوریست و رسول الله علیه و هم به این اشاره کردن همینطور که در این حدیث خدمتون ارز کردم ولی در کنار این نمیشه در واقع اه پیشنهاد رسول الله صلی الله علیه و به این نبوده که سفر نریم من نکردن از سفر رفتن خود سفر رو توصیف کردند مشقت و سختی های سفر رو توصیف کردن که این گونه است و ما باید رایت بکنیم که به شکلی از این مشقت دور بشیم سفرمون به راحتی اتفاق بیفته تا فواید لازم رو ببریم فواید بسیاری رو هم ازش نام بردیم از امام شافعی هم خواندیم اگر یک میان برامم هم هست که در نمیدونم اگر آماده هست اتاق فرمان من اطلاع بدن که اون میان برنامه رو با هم خب با هم ببینیم اگر که حالا آماده شد که میتونیم ببینیم اگر نم که حالا فرصت های مناسبی که چی هست انشالله با هم خواهیم دید بذارید از کتاب غمخور یک بخشی رو در همین مورد خدمتون بخونم در همین مورد سفر که در واقع بحث ما هم از همینجا شکل گرفت چون مرجع برنامه برنامه چیز هست از کتاب المحدث از کتاب کتاب المحدث الفاضل حافظ رام مرزی نقل شده در بیان فواید سفر سفر برای طلب علم در رد کسی که سفر را نادرست میداند حافظ رامورزی می میگه اگر کسی برگردشگران عیب میگیرد لذت مسافر را در سفر و نشاط به هنگام جدایی از وطنش یعنی با اینکه سختی و دور شدن از وطن هست اما نشاط و آرامشی که درش هست رو حس نکرده همین خاطر دیگران رو تشویق نمیکنه به سفر یا میگه سفر نرید من باز یادآور میشم حدیث رسول الله علیه و السلام تأکید یا صحبتی در مورد سفر نرفتن نبود اگرچه که قطعت من العذاب رو در واقع توصیف کردن مشقات سفر رو به عذاب اما من نکردن از سفر اگرچه که احادیث موضوعی هم هست که تشویق به سفر رفتن هم از رسول الله صلی الله علیه و نقل شده در رد خب چیز حافظ رامورموزی در ادامه بخونیم و مشاهده میکرد که مسافر چگونه لحظات خود را در چشم سارها و منازل بین راه سپری می نماز. ببینید داره لذت اون سفر رو اسرار نهان و پیدا رو در می پس لذت بردن کشف کردن و سراپا غرب غرق لذت شادمانی می گردد به روستاها و باغها و باخچه ها می نگرد و چهره های گوناگون را می بیند همون چیزی که امروز ما تو تصویر از توالش دیدیم بخشیش رو و سرزمین های عجیب را مشاهده می کند خود سفر کردن باعث میشه همونطور که در آیات قرآن هم تأکید شده برش باعث میشه که شما در واقع جهان رو بهتر ببینید و اینطور که حافظ را مرموزی هم اینجا گفته سرزمین های عجیب رو ببینه رنگ ها و زبان های مختلف مردم رو از نزدیک لمس بکنیم و هنگام خستگی در سایه دیوارها استراحت کنه و غذاش رو در مسجد صرف کنه این گونه از رودخانه ها آب می نوشد و هر جا که شب او را در برگیرد همانجا می خوابد توصیف یک در واقع سفر جذاب رو همانجا می خوابد بدون تکلف با کسانی همراه می شود که فقط برای رضا رضای خدا آنها را دوست می دارد این روابط روابطی که در سفر شکل می گیره و شما کسانی رو می بینید این دوستی ها دوستی نیست که پشتش طمعی باشه یا مثلا کس شما اومدی مسافرت با یک نفر هم در واقع شنا، شناخت پیدا کردی شخصیتی رو پیدا کردی که میشناسیش دوستی شکل میگیره این دوستی از سر محبت هست و معرفت که فقط برای رضای خدا آنها را دوست می‌دارد و شادی سراپای وجودش را فرا می‌گیرد و سرور و شادمانی و پذیری به او به خاطر دستیابی به اهداف و خاصایش دست می‌دهد اگر فرد ایجو خردگیر اینها را میدانست منظورشون همون کسی که به در واقع به سفر ایراد میگیرند به خاطر دستیابی به اهداف و خاصایش دست می‌دهد اگر فرد ایجو خردگیر اینا میدانست پی می‌برد که چه شادی ها و لذت های دنیایی در این سیر و سیاحت از دست داده و لذت بخش بودن چشماندازها و به دست آوردن این فواید گرد آمده هایی که برای صاحبانش از گل بهاری زیباتر و از گرانبهاترین گرانبهاترین گنج ها با ارزش و شخص خردگی رو امثالش از آن محروم ماندند کسی که سفر نمیره و اینا رو تجربه نمیکنه در واقع یک بخشی از لذت‌های دنیا رو از خودش من کرده سفر اینقدر فوایدش چیز هست که ما در در واقع در یکی از روش راه‌های یکی از مکتوباتی که ما تو دنیا داریم سفرنامه ها است کسانی که به تفصیل این سفرنامه هاشون رو به جز در موردش نوشتن برای اینکه در واقع اون تجربیات خودشون رو منتقل بکنن به دیگران به آیندگان و بسیار زیاد هست از این نوع کتاب هایی که حتما دیدید سفر مثلا سفرنامه ابن بطوته شاید شنیده باشید سفرنامه های مختلفی که شما میتونید مراجعه بکنید و وقتی آدم کتاب سفرنامه رو میخونه لذت اون سفر رو کاملا حس میکنید شما از همون بیانی که اون در واقع اون کسی که مسافرت کرده و رفته کشورهای مختلف رو گشته و بعد اونو به تحریر درآورده آورده سفرنامه رو تا ما بتونیم چیز بکنیم بتونیم ببینیم یا مثلا این عزیزی که امروز تیکه های از برنامه رو دیدیم خیلی از سفرنامه ها الان دیگه مثل قبل نیست که مکتوب باشه همه چیز خیلی هاش تصویری هست و بخشی از مستندهایی که الان تو دنیا وجود داره مستندهای سفر هست سفر و گردش که حتما این ژانر از فیلم های مستند رو از نزدیک دیدید هرچه هست سفر مملو از فواید هست یک فایده اصلیش رو که ما امروز دنبالش بودیم همون ریلاکس کردن دوری از استرس نمونه های مختلف رو خدمتون عرض کردیم اه، یک اه، چیز دیگری رو هم من یک کپشن دیگری رو هم امروز که داشتم موضوع برنامه رو چک می کردم، آماده میکردم پیدا کردم که باز گزیدههایی رو حالا این البته بیشتر مد نظرشون تبلیغات برای سفر بود پیدا کردم بعد نیست یه نگاهی به این هم بندازیم و این با شعر معروفی که حتما یا زروالمثل معروفی که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی شما تو سفر این تجربه رو کسب میکنید چیز کرده شروع کرده در واقع این توضیحات شو سفر نقش مثبتی در تندرستی و بهداشت روانی انسان دارد مسافران در این سفر با شگفتی های طبیعت اندیشه های گوناگون برجسگی ها و کاستی های ملت های مختلف آشنا می شوند برای یادگیری میشه سفر کرد مهارت های جدید و کنار اومدن با دشواری ها باعث میشه در سفر به دست بیاد اگر میخواید موضوعی رو فراموش کنید به سفر برید اینکه این یکی از همون اهدافی است که ما امروز دنبالش بودیم سفر نقش مثبتی در تندرستی و بهداشت روانی انسان دارد اینا بخشهایی بود از فواید سفر گزیدایی از فواید سفر که خدمتون در واقع ارائه شد امیدوارم که مرتجتون قرار گرفته باشه به بخش پایانی برنامه داریم میرسیم من از تا فرما خواهش میکنم اگر میان برنامه آماده هست که ببینیم اگر نه که بریم به سمت اتمام برنامه چون دیگه وقتی هم نیست متاسفانه امروز نتونستیم صحبت های دو سعیزم آیه سجودی رو امروز بشنویم و این جز در واقع جز قسمت هایی بود که دلتنگ حضور عزیزمون آیه سجودی هستیم بابت این قضیه و امیدواریم که حالا در قسمت های بعد بتونیم باز هم نکته و نکته نظرات ایشون رو که دیدگاه های خاصی رو که ایشون دارن رو بتونیم در قسمت های بعد ببینیم یادمون نره که بخش آیات زیادی از همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتون ارز کردم آیات زیادی هست که با جمله افلم یسیرو فی الارض این که تأکید داره الله متعال که با سیر و سفر در زمین بتونیم به کشفیاتی برسیم که ما رو به الله متعال نزدیکتر بکنه خداشناسی رو درمون تقویت بکنه بر اساس اون تجربه‌ای که کسب کنیم نهفته است و امروز هم یه نمونهش رو خدمتون عرض کردم با هم دیگه ترجمه و تفسیرش رو خوندیم آنچه که میقن م... م... هست یا یقین داریم بهش اینه که سفر بخش زیادی از همونطور که خدمت خدمتون عرض کردم از درون ما که دوچار ز... زندگی روزمره هست دچار تکرار فوا... مسائل تکراری در زندگی اون هست سختی ها و مشقاتی که داریم میکشیم رو باعث میشه که به یه ریلکس به یک دنیای به یک فضای فارغ از اون سختی های زندگی ما رو ببره و برای مدتی این آرامش رو به ما بده به همین خاطر هم مرخصی رفتن برای در قوانین اداری یک بخشش یک جزء اصلی ماجرا هست کسی که در یک اداره کار میکنه بر اساس حالا قوانین هر کشور یک مدتی رو برای مرخصی اون شخص یا اون کارمند اون کار، کارگر اون چیز میکنند تعیین میکنند اجباری هم هست قانون اجبارش میکنه علتش هم اینه که بازدهی کار اون شخص بعد از اون مرخصی و رفتن حالا خیلی از این مرخصی ها به سفر در واقع اتفاق میفته یه بخشیش هم حالا خیلی ها استراحت میکنن دیگه در هر صورت دور شدن از اون فعالیتی که داره میکنه باعث میشه که ریکاوری بشه آمادگی بیشتر پیدا بکنه وقتی برمیگرده سر کار با سرزندگی بیشتر داشته باشه برای کار در واقع آماده تر فعالیتش رو انجام بده خستگی هایی که داشته رو از دست بده دقیقا این کار زندگی ما هم به دلیل تکرار, ش... تکرار ب... تکراری بودن و سختی که ناگزیرن ناگزیر در زندگی ما هست همین اتفاق میفته سفر کردن عین همون مرخصی رفتن در و اجباری برای کار سفر رفتن رو هم جزئی از اجبار برای زندگیمون بدانیم اگرچه که رسول الله علیه و اون رو توصیف به قطعت من عذاب کردن و سختی هایی در سفر وجود داره که ناگزیر میپذیریم اما فواید پشتش هست که میتونیم اون فواید رو کسب بکنیم و فایده ای که امروز در این برنامه برای این موضوع باش صحبت کردیم و در کتاب غمخور غم درش بود رسیدن به کسب تجربه آرامش دوری از استرس و توان بالقوه ای که در سفر ما برای اون به وجود میاد برای اینکه بتونیم مشکلات زندگیمون رو به راحتی ازش عبور بکنیم به آرامش برسیم و با صفا و صمیمیت به زندگیمون بر بگردیم توانمند بتونیم زندگیمون رو مشکلاتمون رو که ناگزیر بر تجربهش هستیم از سر بگذرونیم با آرامش برسیم و یک در واقع غم و غصه رو فراموش بکنیم به پایر برنامه رسیدیم خیلی خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید در از طریق تلگرام که در واقع شمارش زیر نویس شد ما, ما رو همراهی بکنید و اجازه بدید که ما بتونیم از نظراتتون ف... و خب یک پیام اومده بود البته مرتبط به برنامه نبود گفتم اگه مرتبط هست بخونیم با هم دیگه متشکرم از دو عزیزی که فرستاده بودن با پیام هاتون ما رو هم راهنمایی بکنید در مسیر بهتر شدن برنامه و ضعف هایی که درش هست مطمئنا و هم ما رو تشویق بکنید به اینکه اگر فوایدی توش هست اون فواید چه سودهایی برای شما داره و هم راهنمایی راهنمایی بکنید که ما بتونیم استفاده بکنیم از راهنماییاتون و مسیر حرکتمون رو در جهت کسب رضایت الهی و رضایت شما بیننده گرام بدونیم تا دیدار دیگه الله یار نگهدارتون باشه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قد خسر الذين كذبوا بلقاء ومن يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين